سلام، اومدیم آهنگ گزارش بگیم در شهر. بس امروز اختصاص میدیم به موزیک، مجاز غیر مجاز، تأثیرات موزیک در زندگی و بالعکس. میریم آهنگ گزارش رو بگیم. به چه سبک موزیکایی گرایش دارید؟ رپ و ترنس و ترامپ و سایکو. رپ پاپ گوش میدم. حالا گاهی وقتی هم سنتی اگه بشه به خاطر شغلم، چون ایجاب میکنه وقتای سنتی هم مجبوریم گوش بدیم. رپ و پاپ. اینسترومنتال خیلی گوش میدم و همچنین موسیقی کلاسیک. هیپ هاپ رپ. بعضی وقتا سنتی، بعضی وقتا رپ. رپ فارسی. معمولا رپ، خیلی کم راک و هیپ هاپ. هیپ هاپ رپ. فرهنگ چجوری تاثیر گذاره تو موسیقی؟ چیکار کنیم که فرهنگ سازی کنیم؟ نمیتونم. مردم با درک کردن رپ، فرهنگ رپ، مسخره نکردن، کپی رایت درک کنن که جوانای امروزی نمیتونن حرفاشونو بزنن، میان تو رپ میگن، بتونن اگه رپو حمایت کنن، درک کنن ما رو، خیلی کمک بزرگی میکنن تو فرهنگمون. خب این سلیقه‌ای بستگی داره. یه سری افرادی هستن که مثلا به پاپ علاقه دارن، یه سری هستن سنتی هستن. ولی خب جامعه امروز ما میدونی که همه جور آدم پیدا میشه. بعضی هستن نسبت به افکار و عقاید خودشون سنتی رو بیشتر میپسندن تا موسیقی پاپ. بیشتر جوونا به پاپ گرایش پیدا کردن. حالا میگم که اونم با سلیقه‌ایه. یعنی هستن اینوری هستن یه اونوری هستن. همه جور هست. من اگه آهنگایی که رپرا میدن بیرون حمایتشون کنن، بهشون گوش بدن، حتی اگه مورد علاقه شون حداقل گوشش کنن، اعتراض بهش نکنن، میتونن که یه حمایت خوبی کردن در واسه رپرا، یه کمک خوبی به رپرا کردن. نمیدونم درک کنن که میگن رپ همش فوشه، بی احترامیه. نه اینطوری نیست. مثلا حق کپی رایت، مثلا به خواننده مورد علاقه شون مثلا احترام بذارن، مثلا کسی رو دوست ندارن آهنگشو مثلا گوش نکنن، توهین نکنن و حق یه هنرمند پایمال نکنن. به نظر من اینطوری خیلی سطح فرهنگ سازی تو کلا موسیقی میاد بالاتر. مردم خیلی بد میدونن مثلا رپو. آره دیگه بد جا افتاده دیگه، داری میبینی اصلا راحت نیست. فکر میکنم حمایت همه جانبه. مثلا وقتی با یه خواننده مشکل داری، اصلا خوشت نمیاد ازش، کاراشو حداقل یه بار گوش کن، شاید مثلا خوب باشه، یا مثلا حمایت مالی مخصوصا. یعنی بعد میشه دنبال مفهوم باشن تو موسیقی، بعد ببینن، بعد پیگیری کنن. مثلا دارم میگم بعد حمایت کنن از گروهایی که دارن کار میکنن. حالا ممکنه یه سری گروهای بیان اولش آنچنان موزیکشون قوی نباشه، اما مردم باید حمایت بکنن از موسیقی تا این رشد بکنه، از گروهایی که دارن پا میگیرن. به نظرم مردم باید حمایت کنن و اون سبک موسیقی رو سعی کنن قبول کنن، نه اینکه مثلا بگن نه فقط موسیقی سنتی گوش میدیم، سبک دیگه گوش نمیکنیم. به نظرم اشتباه. آدم باید در این ذهنش باز باشه تا سبکای جدید وارد بشن، تا انسان بتونه چیزای جدیدتر یاد بگیره، بشنوه و همچنین فرهنگ موسیقی افزایش بده. هیچ عمل کرد فرهنگسازی که خیلی خوبه، ولی در صورتی که آدما بیشتر سعی داشته باشن که موزیکاشون رو خوب کنن. الان دیگه هر کی از بلاش خانوادش قرار میکنه میره سمت موزیک و یه آلبوم میده بیرون و یه اسپر میکنه، همین همش پولی. چه مقدار در روز موزیک گوش میدهید؟ 7-8 ساعت. از 12 ساعت حداقل 10 ساعت. خیلی 2-3 ساعت از دقیق گوش خیلی. چون شغلم شب تا صبح، شب تا صبح و اکثرا ما همش موزیک گوش میدم. یعنی از ساعت 9 شب چون پشت فرمون هستم موزیک گوش میدم تا 3-4 صبح همش رو در حال موزیک گوش کردنم. روزام که خونه هستم، بلکه از خواب بیدار میشم تلویزیون که روشن میکنم همش موزیک گوش میدم. یعنی یه جزئی از برنامه زندگیمه. حتی تو مسیرم که میرم پیاده قدم میزنم هدفون تو گوشم، اکثرا موزیک گوش میدم. بستگی داره دیگه. تایم معمولا آخر شب و تایم خواب که میخوام بخوابم قبل از. نظرتون درباره موزیکای زیر زمینی چیه؟ خیلی خوبن. خوبن. همتشون خیلی خوبه که میتونن تو یه جای خیلی کوچیکی یه موزیک خیلی خوب ارائه بدن با یه تکس قوی. موزیکای زیرزمینی خیلی خوبه. مثلا چند سال پیشا کسی مثلا رپ گوش نمی‌کرد، خیلی فراگیر شده. حتی خیلی از پدر مادرای ما حتی یاس گوش میدن، چون خیلی خواننده اجتماعیه و خیلی فراگیر شده، خیلی قوی شده، خیلی استعدادهای جدید اومدن. موزیکای
های زیرزمینی من خودم از طرفداراشم. به چه علت؟ به خاطر اینکه ما کلا شغلم موسیقیه و میدونم بچه موسیقی زیرزمینی چقدر با عشق این کارو انجام میدن، چون واقعا از لحاظ مالی هیچ برگشتی نداره موسیقی زیرزمینی. یعنی شما فقط به عشقت این کارو انجام میدی، زحمت میکشی، موسیقی تولید میکنی و هیچ برگشتی نداره. مطمئنا تلاش بچه های زیرزمینی خالصانه است و فقط به عشق موسیقیه و بعضا ما کارهای خیلی خوبی هم میشتنیم بین بچه های موسیقی زیرزمینی و واقعا تلاششون تحسین برانگیزه. خیلی خوبه. همه شو قبول ندارم ولی خوبه. بعد خوبه، نمیگم همه شو ولی اغلب خوبه. موزیکای زیرزمینی موزیکای خیلی خوبی هم به نظرم، من خودم خیلی گوش میدم. به نظرم بیشتر میتونم مردم با جامعه که توی زندگی میکنن آشنا کنم. موزیکای زیرزمینی موزیکاییه که من حرفای جامعه هم رو توش میشنم، حرفایی که نمیتونم جای دیگه بشنم، حرفایی که میتونه مغزم رو باز کنه، حرفایی که وقتی میتونم با خودم تنها باشم بتونم اونا رو گوش کنم، مغزم رو باز میکنه، تفکراتم رو باز میکنه، باعث رقصم نمیشه، باعث این میشه که مغزم باز. خوبیاش مثلا اینکه در مورد با درد جوانای جامعه خیلی حرفاشون یکیه، واقعا حرفایی میزنن که با درد جامعه. بعد بعدش هم اینکه خیلی فوش و مثلا خیلی زیاد از حد بعضی وقتا هم دیگه رو مثلا دیس میکنه، فوش خیلی بد به هم میدن، خراب میکنه. خیلی خوبه مثلا از نوع زیرزمینیش به خاطر اینکه حرف دل جوونا رو میزنه، حرف دل مردم رو میزنه. یه سری بازیار هم دارن که حالا یه سری بهش علاقه دارن، یه سری کلکلا هستش، یه سری حالا همراه با فوشه، یه چیزی که هستش باید باشه. خب اونم خوبه اگه حرفایی که میزنن مثلا چیزایی که تو شعراشون به کار میبرن درست باشه خیلی خوبه. من گاهی وقتی خودم گوش میکنم زیر زمین. احساس کنید چقدر موسیقی شما از لحاظ جسمی و ذهنی تاثیر گذاره. خیلی تاثیر میذاره. با آهنگ غمگین خوب آدم مسلما غمگین میشه، با آهنگ شادم شاد میشه. بستگی به روحیه آدم هم داره موقع گوش دادن. موزیک نباشه زندگیم نمیگذره، موزیک نباشه نیستم یه طورایی، روزام باید با موزیک سپری شه. خب از لحاظ جسمی و ذهنی هر موزیکی مثلا یا ما صبح با آهنگ شاد از خواب باشیم یا آهنگ مثلا موزیک مورد علاقه شاد از خواب باشیم قشنگ امتحان شبش انرژی داریم، ولی با آهنگ غمگین از خواب باشیم قشنگ انرژی خوبی ندارم، دپرس تا آخرش. از لحاظ ذهنی خیلی، از لحاظ ذهنی خیلی تاثیر داره، چون که میره تو وجود آدم، انقدری مهم هستش که یه رشته داریم در برش، خیلی صحبت ها شده، خیلی مهمه. از لحاظ جسمی هم اون چیزی که میره تو ذهن، اون چیزی که شما میشنوی رو جسم تاثیر داره و باعث میشه که یه رفتاری از خود نشون بدی. از لحاظ ذهنی که خیلی زیاد، یعنی واقعا من هر وقت خسته هم مثلا فکرم درگیره یه موسیقی خوب میتونه من رو سر حال بیاره، یا حتی وقت آدم وقتی خسته است، تنش خسته است، واقعا باز مثلا موسیقی میتونه آدم رو سر حال بیاره، انرژی به آدم میده. خوبه موقع عصبانیت، مخصوصا موقع که عصبانی هستم گوش میدم خیلی آروم میشم، خیلی اونم مخصوصا آهنگایی که دوست دارم. خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، هم حالی که داری و میتونه برگردونه بهترت کنه یا بدترت کنه، یا اون حالی که میخوای باید بیشتر کنه. جسمی که تاثیر زیادی نداره ولی ذهنی خیلی. چه عاملی باعث میشه و چه عاملی باعث آسیب فیزیک میشه؟ استفاده از کلمه‌های بد نامناسب، اونی که باعث پیشرفت میشه این که همه حمایت کنن از موزیک زیرزمینی یا هر موزیک دیگه‌ای که همه جوانا میپسندن ازش حمایت کنن. این که بدونن رپ چیه، از کجا اومده، خیلی تاثیر داره نظرم. این که نمیدونن چیه، راجع پارتی میخونن به نظرم فوش میدن، دریور میگن، دیسای مسخره، اصلا درکش نمیتونم. شاملی باعث پیشرفت، عاملی که الان واقعیتش تو موزیک هستش مخصوصا از نوع زیرزمینیش اینه که پوله. یعنی اگر پول نداشته باشی ولی پر استعدادم باشی نمیتونید باعث پیشرفتت باشه، نمیتونی پیشرفت کنی. اما پسرفتش یا دیگه بعدیش هم اینه که بعدی نداره، ضعیف کار کردن یه سری تبک، نوع تغییر سبک دادن یه سری، نام نمیبرم ولی خب دیگه تغییر سبک ندن، سبک خودشون رو ادامه بدن، چیزی که خودشون هستن باشن.
پیشرفتش که همین جوونا هوای همدیگر داشته باشن، پشت هم باشن، میتونن رپ و بین المللی کنن، ببرن سطح بالاتر، یه دست بشن. آسی باشم که همین پشت هم بد و بیرا میگن و چیه، همشون خوب نیستن. زن دیگه هر کی الان میرسه موزیک زیرزمینی میخونه. آه این راستیه، هر کی قر میکنه میره خواننده زیرزمینی میشه. آسی دیگه همین دیگه، همین که تو بیای چرت و پرت بخونی اسم موزیکت رو بذاری زیرزمینی، خودش آسیبه. ببین داش گلم میگم پیشرفتش هم میگم پیشرفت پیشرفت میکنم میخونم پیشرفت میکنم بخم میام بالا یه جوری. عاملایی که باعث پیشرفتش میشه حمایت مردم از لحاظ مالیه، دک کردن رپ تو ایرانه، ضرری هم که میزنه. میگم الان تنها چیزی که ما تو ایران داریم باعث بشه باعث پیشرفت بشه یکی سایت های خوبه، اینا باعث میشه پیشرفت کنم. خیلی سایت های دیگه هم هستن، حالا اسم نمیارم، ولی باز باعث میشه همینا کمک کنه. ذرایی که الان داریم ما داریم توش پس رفت میکنیم، آهنگایی که فقط داریم همدیگه الکی دیس میکنیم. نمیگم دیس نباید تو رپ باشه، باید باشه، ما آهنگ گنگ کم داریم. میگم الان رپ ما کمبود بودجه داره، نمیتونن زیاد به اون ارتقایی که میخوام برسن. من فقط تنها نظری که میتونم بگم یه ذره همبستگی رو بیشتر کنم. خب اگه بتونیم حمایتتون تو سایت ها، خیلی از سایت ها با خیلی رپرامون لج میکنن یا آهنگاشون نمیذارن، حتی مثلا خیلی تبلیغ منفی راجعشون میکنن، اگه بتونیم اونا تبلیغ مثبتی کنیم، حتی وقتی آلبوم رپری آلبوم چیزی میدونه اگه کپی نکنیم خیلی عمل خوبی داره، آسیب به رپ میزنه. خب مثلا حمایت وقتی نمیشه خیلی رپرها چیز خیلی از جوان هستن که رپر بشن، ولی حمایت که نمیتونن بکنن، حمایتشون نمیکنن، خودشون خیلی ضربه میخورن، یعنی تو ذوقشون یه جورایی میخوره. ببین به نظرم موزیک زیرزمینی ما خیلی خودشو داره تو مهمونی نشون میده، یعنی این باب شده جدیدن که دیگه تو مهمونی ها موسیقی زیرزمینی داره حرف میزنه. من نمیگم این اتفاق نیفته این حرف، اما موسیقی زیرزمینی ما باید غنی‌تر بشه. یعنی من میگم سیستو استایل خودشو داشته باشه، اما به نظرم تو انتخاب شعر، توی انتخاب کلام خیلی باید دقت بشه. اگه واقعا همش اتفاقی بیفته حمایت مردم هم بیشتره، فقط تو مهمونی ها نباشه به نظر. اما من واقعا بشه موسیقی زمین دوست دارم زمین والا تو مملکت ما همه چیز به موزیک داره آسیب میزنه، یعنی هنر تو اولویت آخره، یعنی همه چی داره به موزیک صدمه میزنه. اما به نظرم چیزی هم نیست که حمایت کنه، فقط مردم هم که موسیقی خودمون رو نگه داشتن. و یعنی شما میدیم بگی وزارت ارشاد همه جوری داره گیر میده به این بچه و پلیس هم که همه گیر میدن، یعنی حمایتی که از طرف دولت وجود نداره عملا. و این موسیقی ما فقط چون مردم هم فکر میکنن موسیقی دوست دارن و هنر دوست دارن، و الا که همه چیز تو مملکت صدمه میزنه دیگه. شما یه موزیک بخوای بسازی، یه کلیپ بخوای فیلم برداری کنی، داستان داری. موزیک بخوای بسازی، داستان داری. حمایت نیست، همه چی به ضرر موزیک تو این مملکت. نگاه هر چیز اگر راه درستش بری جلو اقدام کنی خب معلومه موفقیت توش هست، خیلی خوبه، عالیه. ولی خب مثلا بعضی وقتا هم هستن، مثلا افرادی هستن نمیخوان مثلا این کار پیش بره، نمیخوان مثلا انجام بشه، همه جور آدم هست. مجاز یا غیر مجاز؟ جفتش. مجازش بشه خوبه، ولی غیر مجازش. توی مملکت ما این شده که شما الان داری میپرسی که مجاز یا غیر مجاز، وگرنه تو اروپا یا اصلا کلا بیرون جایی که آزادیه، دموکراسی آزاده، اصلا همچین چیزی نداره که مجاز یا غیر مجاز. خود رپ، خود هیپ هاپ یه چیز غیر مجازیه، چون که توش خیلی چیزا که موسیقی نداره رو داره، به خاطر همینه که دستت بازه. ولی من خودم میگم غیر مجاز، چون چیزی که علاقه من هستش تو غیر مجازه. هر دو به نظر من غیر مجاز. مجاز نیچه غیر مجاز هش قشنگ میشه. نه غیر مجاز، مجاز چیه؟ بریا خواننده مورد علاقه شما کیه؟ سینا سیکر، حسین ابلیس. رپر مورد علاقه واقعا من حسین رو دوست دارم، خیلی زیاد. صادق هم دوست دارم. یکیشو نام ببرم به بقیه بی‌احترامی میشه. صادق هستش، زدبازی کلن هستش، زدبازی بزرگ، بعد حسین هستش، هیچکس، بهرام قبلن بود، الان خیلی وقت ازش دیگه
خبری نیست، منم کلاً بهرام دیگه حرفی نمیزنم و این دار. صادق واحدی؟ خیلی عاشق بهرام هم، خیلی. بعد حسین هم خیلی دوستم، صادق هم خیلی دوستم. حسین؟ هیچ شد. عشقان فدایی؟ خواننده خاصی رو دوست ندارم، حالا هر کی رو دیگه بخونه خب موزیکش خوب باشه دیگه. بهزاد لیتو. دلیل مهاجرت خوانندگان به خارج از کشور چی میتونه باشه؟ یه شخصیه دیگه، خودشون بهتر میدونن. اونجا خب آزادترن، راحت‌تر میتونن موزیکاشون رو پخش کنن، ضبط کنن، تکست توی تکست نوشتن دستشون خیلی آزادتره. کلاً پیشرفتشون خیلی بیشتره تا اینجا. دلایل زیادی داره. میتونه یکیش پول باشه، یکیش میتونه شهرت باشه، یکیش هم میتونه واسه آزادی باشه. به خاطر اینکه اینجا مردشون محدودیت زیادی میذارن، نمیتونن چیزی که میخوان رو بیان کنن، دستگیرشون میکنن، خیلی چیزای دیگه. وقتی حمایت نمیشه، وقتی یه سالن یا استودیویی ندارن که آهنگشو ضبط کنن، طبیعتاً بهتره که برن، بتونن راحت‌تر آهنگشون رو بخونن، راحت‌تر باشن. نبوده امکان. دولت نمیذاره سبک رپ تو ایران جا بیفته و رپ رو یه چیز بد میدونن، یه چیز مثلا غیر عادی میدونن. اگه دولت هوای مثلا موزیک رپ رو داشته باشه میتونه خیلی پیشرفت. محدودیتشونه دیگه، نه با محدودیت دارن دیگه. محدودیت